منابع: طالبان ملا برادر را مسئول برگزاری مجمع افغانها تعیین کردند. اعتراض شهروندان افغانستان مقیم امریکا: نسل کشی تاجک ها و هزاره ها متوقف شود. آخرین رهبر میلیونی افغانها سند بردگیش را رسما امضا کرد. مشروع خبرها گزارشی از سایت رسمی روزنامه صبح کابل. با این حال منبع گفت که طالبان کندهاری طرفدار برگزاری نشست هستند، اما افراد شبکه حقانی با برگزاری مجمع افغانها مخالفت دارند. برخی منابع میگویند که گروه طالبان با برگزاری یک نشست اضطراری را یا مجمع افغانها توافق کرده و قرار است که این نشست در روزهای نزدیک برگزار شود. یک منبع موثق به روزنامه صبح کابل گفت که کمیسیون به منظور برگزاری نشست ایجاد شده که ملا برادر معاون نخست وزیر طالبان در رأس آن قرار گرفته است. این منبع افزود که ملا خیرالله خیرخواه و شمار از دیگر از مقامهای ارشد طالبان در این کمیسیون عضویت دارند. با این حال منبع گفت که طالبان کندهاری طرفدار برگزاری نشست هستند، اما افراد شبکه حقانی با برگزاری مجمع افغانها مخالفت دارند. این در حالی است که اخیراً سفیر طالبان در مسکو نیز تایید کرده که این گروه در آینده نزدیک یک نشست بزرگ با حضور سیاسیون افغانستان برگزار خواهد کرد. جمال ناصر غروال در مصاحبه با اسپوتنی گفته است که اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان هم دعوت شده که در این نشست شرکت کند. تا هنوز در مورد نوعیت این نشست معلومات دقیق در دست نیست و همچنان تا هنوز مشخص نیست که آیا غنی در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر. اعتراض شهروندان افغانستان مقیم امریکا: نسل کشی تاجک ها و هزاره ها متوقف شود. این معترضان همچنان از سازمان ملل خواستند که جلو کشتار غیر نظامیان و نسل کشی هزاره ها و تاجک ها را بگیرد. شمار شهروندان افغانستان مقیم امریکا در واکنش به کشتار غیر نظامیان در ولایت های پنجشیر، اندراب ها، تخار و دیگر ولایت های کشور دست به اعتراض زدند. این تجمع اعتراضی روز گذشته جمعه 23 مصر در ایالت کالیفرنیا امریکا برگزار شد. معترضان کشتار، شکنجه و گروگانگیری غیر نظامیان در ولایت‌های پنجشیر، بغلان، تخار و دیگر مناطق افغانستان از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را جنایت جنگی خواندند. این معترضان همچنان از سازمان ملل خواستند که جلو کشتار غیر نظامیان و نسل‌کشی هزاره‌ها و تاجک‌ها را بگیرد. قرار است در روزهای بعدی در آلمان و بریتانیا نیز تجمعات اعتراضی شهروندان افغانستان در واکنش به کشتار غیر نظامیان برگزار شود. این در حالی است که افراد طالبان در هفته‌های اخیر ده‌ها غیر نظامی را در ولایت‌های پنجشیر، تخار و بغلان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی تیرباران کرده است. مذاکره محمد محقق بر رسمیت شناختن طالبان. امروز 14 می در برنامه دیدگاه افغانستان انترنشنال از محمد محقق، فوزیه کوفی و اخپلواک دعوت شده بود. خبرنگار از محقق پرسید که چرا هزاره ها علیه طالبان مبارزه نمی کنند. محقق که از سواد و منطق استدلال بهره چندان ندارد نمی داند چی بگوید. پس از مکس سخنان بی ربط بر زبان می راند. خبرنگار با چند پرسش پیهم محقق را می پیچاند و محقق می گوید ما منتظر مذاکره با طالبان هستیم. باز خبرنگار می پرسد چی مذاکره ای؟ محقق می گوید برای تغییر وضعیت مردم و بر رسمیت شناختن طالبان. چه وحشتناک است رهبر قومی که ادعای نسل گوشی دارند. باز برای بر رسمیت شناختن قاتلانشان مذاکره کنند. باز درود به فوزیه کوفی که پیامد مذاکره با طالبان را منطقی بیان داشت. گزارش از صفحه رسمی فیسبوک سرایا بها. گروه جی اف بر ادامه فشار اقتصادی بر روسیه و مقابله با جنگ گندم تعهد کردند. گزارش از صدای امریکا. وزرای خارجه گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان روز شنبه 14 می بر ادامه انزوای اقتصادی و سیاسی روسیه تاکید کرده و متحد شدند که با آنچه وزیر خارجه آلمان به عنوان جنگ گندم توسط مسکو توصیف کرد مقابله کنند. دیپلمات های ارشد بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا پس از دیدار در آلمان متحد شدند تا زمان که لازم باشد با کمک‌های نظامی و دفاعی خود به اوکراین ادامه دهند. بر اساس بیانیه مشترک جی 7،
آنها همچنین با آنچه اطلاعات نادرست روسیه مبنی بر مقصر دانستن غرب برای کمبود مواد غذایی در سراسر جهان به دلیل تحریم‌های اقتصادی بر مسکو خواندند مقابله خواهند کرد و از چین خواستند که به مسکو کمک ننموده و جنگ روسیه را توجیه نکند. آنالینا بیرباک وزیر خارجه آلمان به خبرنگار گفت: آیا ما به اندازه کافی برای کاهش پیامدهای این جنگ انجام نداده ایم؟ این جنگ ما نیست. این جنگ توسط رئیس جمهور روسیه است. اما ما مسئولیت جهانی داریم. اما دیمیتری مدیدوف یک مقام ارشد امنیتی و رئیس جمهور پیشین روسیه که از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، این نشست به ویژه اصرار گروه جی‌7 برای به رسمیت شناختن مرزهای بین‌المللی اوکراین را رد کرد. او در یک پست آنلاین گفت: کشور ما به هیچ وجه به عدم به رسمیت شناختن مرزهای جدید توسط جی‌7 اهمیت نمی‌دهد. آنچه مهم است اراده واقعی مردمی است که در آنجا زندگی می‌کنند. وزرای خارجه جی‌7 همچنین گفتند که تحریم‌های بیشتر را علیه نخبگان روسیه از جمله سرمایه‌داران، نهادهای دولتی و اردوی آن کشور اعمال خواهند کرد. در این نشست که وزرای خارجه اوکراین و مولدوی شرکت کرده بودند، روی نگرانی‌های مربوط به امنیت غذایی و احتمال سرایت جنگ به مولدوی بحث شد. اوکراین سهم 12% در تجارت جهانی گندم دارد. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال، بنادر اوکراین برای صادرات گندم و دیگر محصولات کشاورزی بسته شده و بسیار از زیرساخت‌های بنادر این از بین رفته است. گفته می شود که تقریبا 20 میلیون تن غله در انبارهای اوکراین آماده صادرات است. وزیر خارجه آلمان گفت که جی‌7 روی یافتن راه حل برای خروج مواد خوراکی از انبارهای اوکراین نیز کار خواهند کرد. گروه جی‌7 همچنین ممنوعیت صادرات گندم توسط هند را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که همه کشورها درباره امنیت غذایی جهان مسئولیت دارند. هند روز شنبه اعلام کرد که صادرات این محصول را به خاطر به خطر افتادن امنیت غذایی هند به علت افزایش قیمت داخلی گندم، موج گرمای سوزان در این کشور و جنگ در اوکراین ممنوع کرده است. دولت هند روز شنبه گفت که افزایش چشمگیر قیمت گندم در بازارهای جهانی امنیت غذایی کشور و نگرانی از افزایش قیمت گندم در خود هند را افزایش داده است. اگرچه هند از بزرگترین صادرکنندگان گندم در جهان نیست، اما ممنوعیت جدید میتواند قیمت‌های جهانی گندم را افزایش دهد و به ویژه به مصرف کنندگان فقیر در آسیا و آفریقا ضربه سخت وارد کند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستان دان بشار بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم.